الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول دلبرا در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد، دلبرا در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد، نگه هم خواب ندارد، قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد. همه گویند به انگشت اشاره، مگر این عاشق دل سوخته ارباب ندارد. تو کجایی گل نرگس، تو کجایی گل نرگس، ز فراقت دل من تاب ندارد. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام عليكم ورحمه الله. به شما بهشتیان عزیز، شما عزیزانی که در این لحظات ناب و ملکوتی این صحن و بارگاه زیبای امام حسین علیه السلام رو مشاهده می فرمایید. بینندگان عزیز، ما هم داریم در این برنامه سعی می کنیم لحظات قبل از نماز معرفتمون رو به امام زمان بالاتر ببریم. چقدر خوب هست که قرآن رو که می خونیم با تدبر بیشتری بخونیم، چرا که امام زمانمون از همین قرآن به ما فرمان بدهد و ما عمل کنیم. قرآن رو سعی کنید اگر میخونید داخل منزل، جز مستحباتش این هست که بالاتر از بدن خودتون نگه دارید، با طمأنینه و آرامش بخونید. اگر مزاحمتی بر کسی نیست با صدای بلند بخونید. چشمتون، لسانتون، گوشتون تمام مشمول این عبادت بشه. میان برنامه رو ببینیم، من مجدد به شما باز خواهم گشت. قاریان محترم قرآن، شما عزیزانی که داخل منزل قرآن میخونید، پیامبر اکرم فرمودن چنان که ستارگان بر اهل زمین میدرخشند، در منازلی که قرآن خوانده میشود بر اهل آسمانیان میدرخشند. بیایید داخل منزل قرآن بخونیم، خدا رزقمون رو زیاد میکنه. برای ظهور امام زمان قرآن بخونیم، چقدر خوب هست. ختم قرآن بگیریم، در طول سال روز یک صفحه، دو صفحه، هر چقدر، یک جزء، بستگی به خودتون داره. یک کاغذ ما بینش بگذارید بخونید، به خصوص بعد از نماز هاتون بر ظهور امام زمان بگید آقا من امسال چند تا ختم قرآن کردم، هدیه کردم بر ظهور شما تقدیم بشه. چقدر خوب هست این عمل. اصلا مبادا خدای نکرده انسان قرآن رو بگذاره لب تاقچه، توجه بهش نکنه و قرآن فردا قیامت به جای که شفاعت کنه از ما گله میکنه. در همین قرآن آمده اقیم الصلاه، نماز بخونیم. بیایید همین الان آماده بشیم و برای نماز مهیا بشیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه و علی
دليلا وأينا حتى تسكن أرضك فتمتعه فيها تبين.